به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم. سلام دوست خوبم، ممنون که ما را انتخاب کردید. این آموزش برای فرادرس تهیه شده. من هیلرنی هستم و قصد دارم در این مجموعه آموزشی مدل سازی مالی در اکسل رو بهت آموزش بدم. من ازت تقاضا میکنم که بیس کار که توابع پرکاربرد اکسل در مدل سازی مالی هست و در چند فصل ابتدایی عنوان میشه رو چند بار گوش بدی تا از نظر هرم فراموشی شیب ملایمی در فراموشی مطلب داشته باشی و اونها رو ملکه ذهن خودت کنی. من اینجا قرار نیست اکسل رو به تو آموزش بدم. من فرضم اینه که شما یک کاربر نیمه حرفه‌ای در اکسل هستی. به خاطر همین توابع پرکاربرد مورد نیاز رو خیلی گذرا توضیح میدم. اهمیت و توجه به مسائل مالی از یک طرف و پیچیدگی و تعداد پارامترهای مؤثر بر اونها از سوی دیگر موجب شده که ابزارهای گوناگونی در حوزه مدیریت مالی پدید بیاد. مدل‌های مالی به مدیران کمک می‌کنه که راه حل مناسب رو برای مسائل مالی پیدا کنند. از طرفی یک مدل مالی مناسب باید ویژگی‌هایی رو داشته باشه. ارور فری، بدون خطا باشه، کامپکت و فلکسیبل، جمع و جور و منعطف باشه، ویل داکیومنتد، به خوبی مستندسازی شده باشه، someone else can use it and someone else can read it باشه، قابل استفاده و قابل ویرایش برای هر کاربر ساده باشه. خب با این مقدمه که عرض کردم به سراغ پیش نیازهای آموزشمون میریم. توابعی که در این درس میخوام براتون بگم ویلوکاپ، اچلوکاپ، ایندکس، مچ، ایندایرکت و چورس هست. ویلوکاپ، اچلوکاپ و ایندکس توابعی هستند که کراس سطر و ستون یک ماتریس رو ما نشون میدن. مثلا اگر میخوام در این ماتریس رو به رو سرمایه شبندر رو پیدا کنم، یعنی عدد 13,800,000 رو پیدا کنم، با این ستابع اول میتونم این کار رو انجام بدم. ممکنه تا از خود سوال بپرسی که آیا شرط دیگه‌ای هم نیاز هست برای این گذاشته بشه؟ نه، نیازی نیست، چون در این ماتریس من فقط یک شبندر دارم و یک عدد سرمایه داره. با ویلوکاپ، اچلوکاپ و ایندکس میتونم اون رو پیدا کنم. اما اگر که مثلا سال مالی اضافه تری داشتیم، یعنی اینکه مثلا سال 1401 داشتیم و یک سرمایه جداگونه، اون موقع میتونستم یک شرط دیگه به این فرمولم بدم و با ترکیب توابع اون رو هم شرط بزنم که در آینده برای تو خواهم گفت. خب رفتار اولی که وجود داره برای پیدا کردن این عدد 13,800 کراس سطر و ستون یک ماتریس ویلوکاپ است. ویلوکاپ رو من اینجا کپی کردم. شبندر و سرمایه رو هم کپی میکنم. می‌نویسم مساویه ویلوکاپ پرانتز باز. میگه لوکاپ ولیو چیه؟ دنبال چی میگردیم؟ میگم دنبال شبندر میگردم. کاما ماتریست کدومه؟ تیبل اریت کدومه؟ میگم تیبل اری هم اینه. میتونم با سلکت کردن ماوس این رو انتخاب کنم. راه بهتری که وجود داره این که سلول اول این ماتریس قرار بگیرم، کنترل شیفت مکان نمای راست رو بزنم و کنترل شیفت مکان نمای پایین. ماتریس رو برای من انتخاب میکنه. کاما دنبال چه ستونی میگردی؟ اگر یادتون باشه گفتیم ویلوکاپ سطح را مقدار میگیره، ما شبندر رو گذاشتیم، ستون را عدد میگیره. یعنی الان میگه ستون چندم رو میخوای؟ میگم 1, 2, 3, 4, 5 رو میخوام. و میگه جستجو تقریبی باشه یا دقیق، من 1 رو میذارم، یعنی دقیق باشه. عدد 13,800 رو ما نمایش میده. اگر من شبندر رو اینجا مثلا با چکاپا عوض کنم، سرمایه چکاپا رو برام نمایش میده. به سراغ تابع اچلوکاپ بریم. تابع اچلوکاپ برعکس تابع ویلوکاپ هست. سطح رو عدد میگیره، ستون رو مقدار. می‌نویسم مساوی اچلوکاپ پرانتز باز. میگه دنبال چی میگردی؟ میگم دنبال سرمایه میگردم. این دفعه سرستون رو میدم. تیبل اری چیه؟ ماتریس چیه؟ اینجا قرار میگیرم. شیفت کنترل مکان نمای راست و پایین. سطح چندم رو میخوایم؟ میگه مثلا 1, 2, 3, 4 رو میخوام. و جستجوی دقیق. سرمایه چکاپا رو من نشون میده. اگر من اینجا سرمایه رو تغییر بدم و نسبت جاری رو بگذارم، الان تغییر میکنه. تابع بعدی تابع ایندکس هست. در تابع ایندکس سطح و ستون هر دو رو عدد از ما میخواد. مساوی ایندکس پرانتز باز. اینجا دیگه اول اری رو از ما میخواد، تیبل اری رو میخواد. میگه کدوم تیبله؟ میگه که این تیبل. سطح چندم 1, 2, 3, 4 رو میخوایم. ستون چندم 1, 2, 3, 4, 5 رو میخوایم. و چون که دقیقا به فرمول گفتیم که کدوم سطح و ستون کلاسش برای من بیاد، دیگه جستجوی تقریبی و دقیق معنایی نداره. این هم تابع ایندکس. ما تابعی نداریم که سطح و ستون هر دو رو از ما مقدار بخواد و خب این بده و بایستی با ترکیب توابع با هم دیگه این فرمول رو به اکسل بفهمونیم که اینو در آینده برات خواهم گفت. تابع بعدی تابع مچ هست. کارش اینه که در یک بردار
میگرده و ما میگه فلان محتوا چندمین سلول هست. دقت کنید تا الان در یک ماتریس میچرخیدیم، الان در یک بردار میگردیم. مثلا میخوایم عدد 10 و 28 رو در این بردار ببینیم چندمین ولیو هست، چندمین مقدار هست. من 10 و 28 اینجا کپی میکنم، میرسیم مساوی مچ، پرانتز باز. میگه دنبال چی میگردیم؟ میگیم دنبال این سلول میگردیم. میگه در کدام اره؟ دقت کنید تا الان ما ماتریس رو میدیدیم، الان توی بردار دنبالش میگردیم. میگم در این بردار. میتونیم با مکانمایی انتخاب کنیم، میتونیم اینجا قرار بگیریم، کنترل شیفت مکانمایی راست رو بزنیم. مکتب چیه؟ میگیم صفر، کاما صفر. میگه ششمین ولیو هست، 1 2 3 4 5 ششمین ولیو هست. اگر که من اینجا قرار بگیرم و این اریرم رو عوض کنم و اینجا قرار بدم اریمو، باید عدد 3 رو من بده. میگه سومین ولیو شما در این اری انتخاب کرده این سلول هست. تابع بعدی تابع این دایرکت است. تابع این دایرکت تابعی است که وقتی میخوای یک آدرس رو در اکسل معنادار کنید از اون استفاده میکنید. من در یک شیت دیگه چند عدد میگذارم. اینجا یه سام میگیرم، مساوی سام کدام محدوده؟ میگم سام این محدوده رو من بده، میشه عدد 42. ببین اینجا چی نوشته؟ نوشته سام B2 تا C7 رو. اینجا مینویسم B2 تا C7، جواب نمیگیرم. چرا؟ چون اکسل متوجه نمیشه که این شکل یک آدرس هست، این رو محتوا میبینه. B2 تا C7 رو محتوا میبینه، نمیدونه که اسم یک ناحیه هست. اگه من سام این رو هم میگیرم باز میبینه جواب نمیده. برای اینکه بتونم اکسل بفهمونم این یک آدرس هست، بایستی از تابع این دایرکت استفاده کنم. اگر من اینجا بنویسم مساوی این دایرکت این سلول و بعد سامش رو بگیرم، سام پرانتز باز این دایرکت F3 و پرانتز بسته، الان عدد 40 رو ما میده. چون دیگه الان این رو معنادار کردم، اکسل فهمید که B2 تا C7 اسم یک ناحیه هست. حالا میگیدیم به چه درد میخوره؟ این زمانی هست که ما میخوایم یک آدرس بسازیم، یعنی فرمولمون رو یا مدل مالیمون رو منعطف کنیم. من اینجا مینویسم A، اینجا مینویسم B، اینجا مینویسم 2، اینجا مینویسم 4. یه نکته رو بگم، اگر من بخوام از این دو سلول آدو رو بسازم، باید با اند فرمولم رو بنویسم. یعنی اگر من اینجا بنویسم مساوی این سلول اند این سلول، آدو رو من میده. حالا من میخوام یه فرمول منعطف بسازم، مثلا مساوی این دایرکت این سلول اند این سلول. الان دو نقطه رو میخوام بذارم، یه اند میذارم، چون که دو نقطه به عنوان محتوا هست باید در دبل کوتیشن قرار بگیره. اند این سلول اند این سلول. حالا اگر که من سام این رو بگیرم، یعنی میگم مساوی سام پرانتز باز، اینجا هم پرانتز بسته، الان دیگه مدل منعطف شد. یعنی اگر من بیام اینجا رو بکنم 5، جواب تغییر میکنه. اگر اینجا رو بکنم 30، جواب تغییر میکنه. یعنی داره الان سام ناحیه A2 تا C5 رو من میده. تابع آخری که در این دست میخوام برات بگم، تابع چوز هست. تابع چوز یک عدد رو از ما میگیره و سلول متناظر با اون عدد رو ما میده. برای اینکه بتونم این ماتریس رو با تابع چوز استفاده کنم، بهتره که اینجا یک ستون ردیف بهش بدم. مینویسم مساوی چوز پرانتز باز، سلولم اینجا انتخاب میکنم، میگم هر عددی توی این سلول دادم یا هر عبارتی توی این سلول دادم به من بگو در بین آرگومان های بعدی جایگاهش چنده، کاما. و بعد میگه حالا ولیوات انتخاب کن تا من این سلولی رو که اینجا انتخاب کردم بین این آرگومان ها موقعیتش رو بگم. میگم که در بین این ولیو، کاما این، کاما این و کاما این جایگاه چندم رو داره. اگه من اینجا عدد 1 رو بذارم میگه جایگاه اول رو داره، اگه مثلا عدد 3 رو بگذارم میگه جایگاه سوم رو داره. خب این به چه درد میخوره؟ من میخوام وقتی که ردیف رو دادم اطلاعات اون ردیف رو من بده. خب برای این کار من یک بردار رو انتخاب میکنم، من میسم مساوی چوز پرانتز باز این سلول رو انتخاب میکنم که وقتی که عدد این سلول رو زدم اطلاعات ردیف اون سلول رو زدون انتخابی رو به من بده، کاما. چون که بردار انتخاب کردم، ولیوهای بعدی رو هم باید همه رو بردار بدم، کاما کاما. اینجا به جایی که اینتر بزنم از کیت های ترکیبی کنترل رو شیفت اینتر استفاده میکنم. خب اگه من اینجا عدد 3 رو بگذارم اطلاعات چکاپ ها رو من میده، اگر عدد 1 رو بگذارم
اطلاعات به پاس رو که توی ردیف اول این ماتریس هست می‌بینید. خب به پایان بخش اول رسیدیم. یک بار دیگه این جلسه رو ببین و در ادامه جلسات با من باش. خدا نگهدار. سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. ما در درس قبلی درباره تعدادی از توابع پرکاربرد مدل سازی مالی صحبت کردیم. در این درس هم به یادآوری تعدادی توابع شرطی به صورت خیلی گذرا می‌پردازیم. توابعی که می‌خوام در موردش با صحبت کنم این توابع هستند. سام ایف و سام ایفز کارشون چیه؟ اگر ما بخوایم شرط رو یک ستون بگذاریم و عملیات رو یک ستون دیگه انجام بدیم، از این دو تابع سام ایف و سام ایفز استفاده می‌کنیم. مثلا می‌نویسیم مساوی سام ایف پرانتز باز و من میگه رنج چیه؟ یعنی کجا رو می‌خوای شرط بگذاری روش؟ میگم من می‌خوام روی سرمایه مثلا بذارم. کاما، ببین وقتی من میگم کاما منظورم سیمیکالم هست. توی اکسل شما ممکن سیمیکالم نقطه و کاما باشه. تو اکسل من کاما هست. که اینو میتونید کنترل پنل تغییر بدید. سیمیکالم میگه شرط چیه؟ کریتریات چیه؟ میگم شرط هم اینه که بزرگتر از 5 میلیون باشه. دقت کن چون شرط اینجا جداگونه داری میگذاری، باید حتما اینو توی دبل کوتیشن قرار بدی. سیمیکالم میگه کجا رو میخوای جمع بزنی؟ کدوم سطور رو؟ میگم اونهایی که سرمایه‌شون بزرگتر از 5 میلیون بود، نسبت جاریشون رو برای من جمع بزن. میشه 4 و 12. حالا این جمع یه سری گزینه ها هست دیگه که بعدم بهت یاد میدم چجوری میتونی گزینه ها رو ببینی. سام ایفز چیه؟ سام ایفز میتونی شرط رو روی چند تا ستون بگذاریم و بعد یک ستون رو جمع بزنیم. توی سام ایف فقط یک شرط بود، یک جواب. توی این چند شرط، یک جواب. مساوی سام ایفز پرانتز باز. اینجا برعکس سام ایفه. میگه اول کجا رو میخوای جمع بزنی؟ تو ما چند تا شرط داریم دیگه. ببین میگه که کجا رو میخوای جمع بزنی، بعد میگه خب شرط اول روی کدوم ستون باشه شرطش چیه، شرط دوم رو کدوم ستون باشه شرطش چیه. به همین ترتیب تا این تا شرط میتونی جلو بری. میگم که اینجا رو برام نسبت جاری رو جمع بزن. این دفعه میخوام بگم اونهایی که سرمایه‌شون بالای 5 میلیونه و مثلا حاشیه سود ناخالصشون بالای 25 برام جمع بزن. میگم اینجا رو سام رنج برام جمع بزن. سیمی کالم میگه خب ستونی که میخوای رو شرط بذاری اولیش چیه؟ میگم سرمایه است. اما خب شرط اول چیه؟ میگم که بزرگتر از 5 میلیون باشه. سیمیکالم میگه خب سامرج دوم چیه؟ حاشیه سود ناخالصشه. سیمیکالم دبل کوتیشن میگذارم دوباره و میگم این بزرگتر از مثلا 25 باشه. میشه 2 و 5 باشه. یعنی جمع گزینه هایی که سرمایه شون بالاتر از 5 میلیونه و حاشیه سود ناخالصشون بزرگتر از 25، جمع نسبت سرمایهشون شده 2.58. اوریج ایف و اوریج ایف هم مثل سام ایف و سام ایفز هست. هیچ تفاوتی نمیکنه. مساوی اوریج ایف. اینجا میگه رنج چیه؟ میگم که میخوام سرمایه‌مو شرطت چیه؟ بزرگتر از 5 میلیون باشه. کجا بعد اوریج بگیرم؟ نسبت جاریشو برام اوریج بگیر. میشه این عدد. اوریج ایف هم همینطور. مساوی اوریج ایفز مثل سام ایفز. اول میگه کجا رو میخوای بعد اوریج بگیرم؟ میگم نسبت جاری. سیمی کالن خب ستونی که میخوای اول روش شرط بگذاری چیه؟ روی سرمایه برام شرط بگذار. چه شرطی بگذارم؟ بزرگتر از 5 میلیون باشه. ستون دوم حاشیه سود ناخالص رو بگذار، بزرگتر از مثلا 20 باشه. میشه این عدد. خب حالا چون اوریج ایفز و سام ایفز یه عدد شد، احتمالاً یعنی چون اوریجش هم جمعش یکی هست، احتمالاً یه عدد داریم ما که فقط این شرط براش برقراره. احتمالاً فقط برای پاس این شرط ما برقراره. خب حالا می‌خوایم ببینیم نمادهایی که این شرط‌ها براش برقرار بود کدوم نمادها هستن. آیا درست استاپ کرده یا نه؟ اگر که بخوایم ببینیم نمادهایی که این شرط براشون برقرار بود رو ببینیم، باید از تابع ایف و اند استفاده کنیم. ایف و اند داریم و ایف و اور. ببین اگر ما بخوایم بگیم که مثلا 10 تا شرط اینجا داریم، اگه همه این شروط برقرار بود بعد این نماد رو من نشون بده، در غیر این صورت چیز دیگه بهم بگو، خب ایف و اند میذاریم. یعنی همه این شرط ها باید برقرار باشه. اما اگر بخوایم بگیم 10 تا شرط اینجا داریم، اگه یکیش هم برقرار بود برای من نشون بده نماد رو، اون موقع ایف و اور میذاریم. من ایف و اند رو برای توضیح میدم. ببینید مساویه ایف پرانتز باز اند پرانتز باز. شروطمون اینجا میذاریم. میگیم که سرمایه بزرگتر از 5 میلیون باشه. خب اینجا دیگه دبل کوتیشن نمیخواد. ببین شما هر زمان خاصی یه تکست رو توی فرمول بنویسی، اون موقع باید شما دبل کوتیشن بذاری. اما اینجا داری میگی که این سلول بزرگتر از 5 میلیون، دیگه اینجا دبل کوتیشن نمیخواد. اگه میخواستی شرط رو جداگونه بنویسی
تو یک تابعی اون موقع بعد دبل کوتیشن میگذاشتیم. خب میگیم اگر سرمایه بزرگتر از 5 میلیون باشه و حاشیه سود بزرگتر از 25 باشه، خب پرانتز بسته سیمیکالن برای من نماد نشون بده. در غیر این صورت بنویس مثلا برقرار نیست. الان چون دوباره میخوایم تکست بنویسیم باید توی دبل کوتیشن بگذاریم. برقرار نیست. خب من این درگ میکنم تا پایین. آره ببین فقط برای این سام ایپسی که ما گذاشتیم فقط پارس برش برقرار بود. بخواد همین فقط 258 آورده بود و به همین دلیل اوریج و سامش یکی شده بود. الان من اینجا فرمول رو تغییر بدم و بگم مثلا اونهایی که بالاتر از 2 میلیون هستن و نشون بده میشه 1286 و اینجا هم بگم شرط اولام بکنم 2 میلیون. درگش کنم تا پایین. الان تامین سرمایه هست و پارس. اگر که ما اینجا بیام تامین سرمایه نسبت جاریش و پارس نسبت جاریش رو جمع بگیریم دقیقا 1286 میشه و دقیقا درست. خب تابع ایسنا و ایفنا چیه؟ خطای این ای رو حتما به گوشتون خورده. ببینید من یک مثال اینجا میزنم برات از ویدوکاپ. اینجا نوشتم چی؟ نوشتم ویدوکاپ این ماتریس رو بگرد، این سلول رو بگرد توی این ماتریس و ستون پنجمش رو برای من بیار. حالا اگر من سه قایم رو اینجا داشته باشم خواهد سرمایهش رو برای من میاره. اگر من مثلا بنویسم شاوان، چون شاوان توی ماتریس نیست اینجا خطای این ای به من میده. ایسنا میگه که برو این فرمول چک کن این خطای این ای داره یا نداره. مساویه. ایسنا میگه کدوم ولیو چک کنم؟ میگم اینو چک کن. میگه ترو، یعنی که خطای این ای داره. اینجا من سوایان رو مثلا شبنده رو میذارم، چون اینجا عدد داریم دیگه اون میگه فاس خطای این ای نداره. ایفنا میگه که حالا اگر که خطای این ای داشت من چی کار کنم؟ میگه مساویه. ایفنا پرانتز باز این ولیو رو چک کن سمیکالن. اگر خطای این ای داشت شما برو بنویس سهم موجود نیست. خب الان عدد رو میگذاره، من اینجا می‌نویسم شاوان، میگه سهم موجود نیست. خب ما خطاهای دیگه هم توی اکسل داریم. ایسنا و ایفنا فقط برای خطای ان ای بودن، اما ایز ارور و ایف ارور برای همه خطاهای موجود در اکسل مثل ایسنا و ایفنا استفاده میشه ازشون. یعنی که بنویسیم مساویه ایز ارور، این ولیو رو چک کن ببین ارور داره یا نه، نه اینکه فقط ان ای هست یا نیست خطاش. هر اروری که بود، خطای نیم بود، هر خطایی که بود میگه آره خطا داره. ایف ارور هم همینطور مثل همون ایفنا استفاده میشه. کانت برای شمردن چند تا ولیو هست که خیلی چیز مهمی نیست. کانت ای میاد سلول هایی که داخلشون محتوا هست رو میشماره. ببین من مثلا این سه تا سلول رنگی میکنم، مثلا مساویه کانت ای این محدوده رو برای من بگرد، میگه دو تاشون محتوا دارن. از این سه تا که انتخاب کردی دو تاشون محتوا دارن. کانت بلانک برعکسشه، مساویه کانت بلانک، میاد اونهایی که خالی هستن رو برای من میشماره. این ستا برای من بگرد، میگه یه دونه خالی بین این ستا هست. خب دوستان ما در این دست و دست قبل یه سری توابعی رو گفتیم که من انتظار داشتم شما اینها رو از قبل بلد باشی و فقط یادآوری کردم، خیلی سریع گذرا ازش گذشتم. این توابع بسیار مهم و کاربردی هستن و ازت میخوام که یک بار دیگه درس اول و درس دوم رو بخونی و تمرین کنی تا انشاءالله در فصول بعدی که میخوام مدل سازی مالی رو بهت یاد بدم تو اینها گیری نداشته باشی. خدا نگهدار. این درس میخوام در مورد نامگذاری در اکسل با هم صحبت کنیم. یک مدل مالی باید منعطف باشه. یکی از ویژگی های یک مدل مالی خوب اینه که همه نواحی و سلول ها نامگذاری شده باشند. نامگذاری در مدل مالی موجب میشه که این مدل منعطف بشه و قابل استفاده برای هر کاربر ساده باشه. من یک شیت جدید اینجا باز میکنم. عدد 100 و 200 رو اینجا می‌نویسم و اینجا یه سام میگیرم. حالا اگر بخوام این سلول C4 و D4 رو نامگذاری کنم، میتونم روی سلول C4 قرار بگیرم، این باکس بالا رو سلکت کنم، مثلا اسم این رو بگذارم حمید، اینتر. و روی سلول D4 قرار بگیرم و اسم این رو بذارم مثلا وحید. حالا وقتی که میخوام سام بگیرم، میتونم بنویسم مساوی حمید، به مثلی که H رو میزنم، اسامی رو که من تو این اکسل تعریف کردم و با H شروع میشه برای من اینجا لیست میکنه با این آیکون زرد رنگ. من تو این اکسل فعلا فقط حمید و وحید رو تعریف کردم. میتونم حمید رو انتخاب کنم و علاوه وقتی آب رنگ میشه یعنی که اکسل این رو فهمیده ناحیه‌ای که حمید هست رو شناخته و علاوه وحید. و
من اینتر مونم. میتونم بنویسم مساوی 34 به علاوه وحید. خب این به چه درد میخوره؟ من تو این شیت یکی یه سری اعداد می‌نویسم. تعداد خرید، بهای خرید، تعداد فروش و بهای فروش. حالا می‌خوام سودزیان رو محاسبه کنم. و الان چیکار می‌کردم؟ می‌گفتم مساوی پرانتز باز تعداد فروش ضرب در بهای فروش پرانتز بسته منهای پرانتز باز تعداد فروش ضرب در بهای خرید. بعد اینو درگ می‌کردم. بعد یه سام می‌گرفتم. این میشد سود یا زیان من. الان میخوام با استفاده نامگذاری این کار رو انجام بدم. من میتونم بیام برای تک تک این نواحی نام تعریف کنم. یعنی بیام بگم این قسمت رو بهش بگم تعداد خرید. این قسمت رو بگم بهای خرید. اینا بگم تعداد فروش. به چه درد میخوره؟ پس که الان اومدم به ما گفتن که تعداد خرید و فروش اشتباه شده. خب من باید بیام تعداد فروش رو بردارم، کپی کنم اینجا با این جابجاش کنم. این برای این دیتابیس که 4 تا ردیف داره ساده است. اما این موقع دیتابیس شما هزاران ردیف داره و کپی و پیست کردن این خیلی مشکل است. اصلا ممکنه شما توی شیت دیگه باشی و بخواید تعداد خرید و فروش رو جابجا کنی یا اصلا یه فرمول بنویسی. بعد به معنی که اینجا می‌نویسی تعداد خرید، خود اکسل متوجه بشه و بیاد از این شیت این اطلاعات رو بخونه. اصلا توی مدل مالی مناسب شما باید در یک شیت همه دیتابیس‌های ورودیتون رو بدید و بعد محاسباتتون رو برید توی دیتابیس دیگه. بعد برای فرمول نوشتن هی بخواید برگردید به اون دیتابیس اول و فرمول‌ها رو بدید، این مقدار مشکل ساز میشه و درصد خطای شما بالا میره. خب برای این کار من میتونم چیکار کنم؟ بیام اینجا این ناحیه رو انتخاب کنم، باکس رو انتخاب کنم و بگم تعداد اسپیس میزنم خرید. وقتی این ترمی کنم به من ایرور میده. چرا؟ شما زمانی که میخواید نامی رو تعریف کنید برای یک ناحیه یا یک سلول از فاصله یا خط فاصله نمیتونید استفاده کنید. اگر میخواید یک نام دو سیلابی رو تعریف کنید حتما بایستی از آندرلاین استفاده کنید. من ناحیه رو انتخاب میکنم. اینجا مینویسم تعداد آندرلاین خرید. اینجا بهای آندرلاین خرید. تعداد آندرلاین فروش. بهای آندرلاین فروش. خب الان میتونم اینجا بنویسم مساوی پرانتز باز تعداد فروش ضرب در بهای فروش پرانتز بسته منهای پرانتز باز تعداد فروش ضرب در بهای خرید پرانتز بسته. جواب رو من میده. من اگه درک کنم تا پایین تک تک ردیف ها رو من اینجا میتونم سام بگیرم و جواب رو بگیرم. حالا دیگه اگه من میخوام تعداد خرید تعداد فروش رو جابجا کنم به راحتی میتونم برم فقط نامشون رو عوض کنم و نیازی نیست که اعداد دیتابیس هم رو جابجا کنم. من میام اینجا توی تب فرمولاز توی نیم منیجر این باکس رو باز میکنم، یا یعنی اینکه میتونم با کنترل F3 این رو بیارم. میگم از این به بعد دیگه تعداد خرید این ناحیه نیست، تعداد خرید این ناحیه است. من اینتر میکنم و میگم تعداد فروش دیگه این ناحیه نیست، تعداد فروش این ناحیه است. من اینتر میکنم. دقت کنید به واسه که من کلوز رو بزنم جواب تغییر میکنم و میتونم اسامیش رو هم جابجا کنم. خب توی این تب فرمولاز قسمت نیم منیجر باکس نیم منیجر که بعد گفتم شما میتونید اسامی که اینجا انتخاب کردی ببینی و هر کدوم میخوای انتخاب کنی، ادیت کنی یا یه اسم جدید تعریف کنی یا پاک کنی یا فیلتری که بعدا برات خواهم گفت. یه گزینه داره به نام Get From Selection. ببین من وقتی میخواستم این نواحی رو انتخاب کنم من تک تک اینها رو انتخاب کردم و اینجا رفتم اسمشون رو تغییر دادم. راه راحت‌تر چی بود؟ بیام اینجا این باکس رو انتخاب کنم و اینجا Get From Selection رو بزنم. اینکه از کلید ترکیبی کنترل شیفت F3 استفاده کنم و این باکس باز میشه. اینجا من پیشنهاد داده گفته تاپ رو تو میخوای، یعنی سرستون بالا رو میخوای به عنوان اسم نواحی زیرش انتخاب کنی، یا این لفت کالم رو میخوای یا باتن رو میخوای یا رایت کالم رو. چرا خودش به صورت پیشفرض تاپ رو تیک زده؟ به خاطر اینکه اکسل متوجه شده که این سرستون بالا تیک هست و احتمالاً میتونه اسامی نواحی پایینش باشه. خب من یه تاپ رو نگه دارم و بزنم اسامی به صورت اتوماتیک تعریف شد. یعنی الان این ناحیه رو اسمش محصوله. ببینید وقتی من انتخابش میکنم اینجا نوشته محصول. این ناحیه رو گذاشت تعداد فروش. اینجا رو گذاشت تعداد خرید. یا یعنی اینکه میتونم بیام توی نیم منیجر اسامی ببینم. ببین الان میتونم تعداد خریدم و اینجا یا تعداد فروشم و اینجا ببینم که کدام ناحیه هست. خب وارد دیتابیس اصلیمون میشیم. اگه من کل دیتابیسم انتخاب کنم و کنترل شیفت F3 رو بزنم، اینجا دیگه دو تا پیشنهاد به من داده.
چون هم سرستون من و هم ابتدای ردیف های من هر دو تکس هستن، هم تاپرو رو من داده هم لفکالم رو داده. یعنی گفته بگی میخوای این محدودی زیر این تاریخ رو من برای دستش بذارم تاریخ، و این محدودی جلوی شپنا رو اسمش بذارم شپنا. اگه من اوکی کنم همه اینها انتخاب میشن. الان دیگه این محدودی اسمش شده تاریخ. اینجا رو ببینید. یا اینجا اسمش شده شپنا. خب الان دیگه فرمول نوشتن خیلی ساده شد دیگه. اگه من تو تب فرمولا برم تو یوزین فرمولا، همه اسامی رو که دارم میتونم ببینم و ازشون استفاده کنم. یکی از فرمولایی که دست قبل به زیاد دادم اینجا استفاده میکنیم، ببین چقدر ساده شد کار ما. مساوی سام ایکس. خب سام رنجمون چیه؟ ما نسبت جایی رو میخواییم. اگه من اینجا نسبت رو بنویسم بایدش من پیشنهاد میده. انتخابش میکنم. سیمی کالن. ستون اول شرطمون چیه؟ میخواییم سرمایه بزرگتر از 5 میلیون باشه دیگه. اول سرمایه رو میخوام انتخاب کنیم. پس من سین رو می‌نویسم اینجا، سرمایه رو من پیشنهاد میدم انتخاب میکنم. سیمی کالن. شرطمون چیه روی سرمایه؟ میگیم بزرگتر از 5 میلیون باشه. سیمی کالن. ستون دوم شرطمون چیه؟ حاشیه سود ناخالص. میتونم به جای اینکه اینجا برم اسمو بنویسم، برم از تو یوزین فرمولا اینو انتخاب کنم. حاشیه سود ناخالص رو انتخاب کنم. سیمی کالن. شرطمون روی حاشیه سود ناخالص چیه؟ بزرگتر از 25 باشه. و سیمی کالن و عدد 258 تومن میده. خیلی ساده تونستم من این فرمول رو بنویسم. یه نکته در مورد ترکیب توابیت بگم. ببین من شبنده و سرمایه رو اینجا کپی میکنم، میام اسم اینجا رو من این محدوده رو میسش میذارم نماد، یه ویلوکاپ براش مینویسم، مینویسم مساوی ویلوکاپ. میگه دنبال چی بگردم؟ میگم دنبال این شبنده رو بگردم. سیمی کالن. کجا بگردم؟ توی دیتابیسی که اسمش رو گذاشتم دیتا. سیمی کالن. چیشو میخوای؟ میگم ستون پنجمشو میخوام. و یک. خب سرمایه شبنده رو برام میاره. من اگه الان شبنده رو تغییر بدم با یکی از این نمادها، سرمایه اون نمادی که انتخاب کردم میاره. اما من میخوام انعطاف داشته باشم. میخوام بتونم سرمایه رو هم تغییر بدم. من توی ویلوکاپ نمیتونستم سرمایه رو تغییر بدم با یکی از این سرستون‌ها و جواب بگیرم. بایستی اشروکاپ مینوشتم. خب چیکار کنم؟ برای این ما بایستی از ترکیب توابع استفاده کنیم. یعنی بیام ببینم چی؟ بیام یک جوری به این اکسل بفهمونم که وقتی من میگم سرمایه رو میخوام تو اینجا 5 بگذار. وقتی میگم نسبت جایی رو میخوام 6 بگذار. کدوم فرمول بود که میتونه جایگاه ولیو رو توی دونه بردار ما بده؟ آره مچ بود. من اینجا مثلا مساوی مچ پرانتز باز سرمایه رو توی شاخص برای من پیدا کن و مچتر بشم صفر بذارم، میگه پنجمی هست. اگه الان من به جای سرمایه نسبت جایی رو کپی کنم این میشه 6. خب الان خیلی ساده شد دیگه. من میتونم مثلا مساوی ویلو کاپه شبندر رو پیدا کن توی دیتا. کدوم ستون رو میخوام؟ میگم که به جایی که به ستون 5 رو بگم، میگم مچ کن پرانتز باز نسبت جاری رو توی شاخص با مچ سایی به 0 و بعد سیمی کالن 1. ببین نسبت جاری شبنده رو برای من میاره. الان دیگه من اگه شبنده رو تغییر بدم با مثلا خسد را عدد تغییر میکنه. اگر که به جای نسبت جاری حاشیه سود ناخالص رو بگذارم باز هم عدد تغییر میکنه و میتونم به راحتی کلاس سطر ستون رو با مقدار به دست بیارم. خب این ترکیب رو میتونم با ایندکس هم انجام بدم. با ایندکس هم برای مینویسم مساوی ایندکس پرانتز باز. این دفعه اول اری رو از من میخواد، میگم توی دیتا بگرد. کدوم سطر رو؟ میگم مچ کن این سلول رو توی نماد. نماد منظورم این قسمت بود. توی محدوده نماد ما مشتای به 0 پرانتز بسته سیمی کالن. میگه کدوم ستون رو میخوای؟ میگم که مچ کن مجددن این سلول رو تو کدوم محدوده؟ تو محدوده شاخص ما مشتای به 0 پرانتز بسته سیمی کالن 1. جواب رو من میده. خب پس از این به بعد شما مدل مالی که خواستی بسازی، اول میری توی یه دونه شیت همه ورودی ها تو مینویسی، همه رو نامگذاری میکنی، بعد میری تو شیت بعدی که میخوای جواب بگیری با استفاده از اون نیمینگی که انجام دادی فرمولهات می‌نویسی که بتونی فرمولت رو منعطف کنی، درصد خطا و ضریب اشتباهت رو پایین بیاری. خب مورد آخری که میخوام بگم در مورد اری فرمول یا توابع آرایه‌ای هست. من وارد این شیت میشم. تو این شیت یه ماتریس داریم، یه دیتابیس داریم. اگه من بخوام اینجا مبلغ فروش رو به دست بیارم و اینجا بهای تمام شده یه فروش داشته باشم،
خب یه رایش این بود که من اینجا بنویسم که مساوی تعداد فروش ضرب در بهای فروش. اینجا هم بنویسم مساوی تعداد فروش ضرب در بهای خرید. و بعد بیام اینجا بگم سود من مساوی است با این مبلغ منهای این مبلغ. بعد بیام اینو درک کنم پایین و تا انتها. خب ببین من سام اینا رو میگیرم. یه راه راحت‌تر وجود داره. من بیام بنویسم مساوی پرانتز باز این ناحیه رو بگیرم ضرب در این ناحیه. حالا میتونستم اسمشون رو بنویسم. پرانتز بسته. بعد بیام سامش رو بگیرم. ببین وقتی من اینتر میکنم خطا میده. چرا؟ چون که نمیدونه که سام این ناحیه با این ناحیه چگونه باید جمع بزنه. من اومدم یه فرمول ضرب دادم و گفتم سامش رو بگیر. به اینها میگن فرمول‌های آرایه‌ای. شما زمانی که فرمول رو نوشتید به این صورت از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت اینتر استفاده میکنید. الان جواب رو به من داد. ببین همین عددی که من اینجا با کلی زحمت به دست آوردم اینجا با یه فرمول تونستم بنویسم. حالا میتونستم ادامهش هم بدم. بگم که یه پرانتز بگذارم اینجا. بگم منهای سام پرانتز باز این ناحیه ضرب در این ناحیه. پرانتز بست. به این راحتی هم میتونم با یه فرمول به این عدد آخر برسم. به این هم میگم فرمول‌های آرایه‌ای. وقتی شما این فرمول رو می‌نویسید نیازی نیست که این آکولاد اول و آکولاد آخر رو بگذارید. همین که کنترل شیفت اینتر رو می‌زنید خودش این آکولادها رو می‌ذاره و می‌فهمه که این اری فرمول هست. خب روی مطالبی که گفتم تمرین کن. قبل از اینکه ما وارد مدل‌سازی مالی بشیم باید همه این مطالب رو تو بلد باشی و ملکه ذهنت باشه. خدا نگهدار. در این درس و درس بعد قرار در مورد آفست یکی از مهمترین توابع مدل سازی مالی و ترکیب اون با دیگر توابع اکسل صحبت کنیم. این آموزش برای فرادست تهیه شده. در این درس من به صورت مقدماتی آفست رو برای تشریح میکنم و مسائل خیلی ساده رو حل میکنیم. من یه سری مجموعه اعداد اینجا نوشتم، سال 1 2 3 4 5 6 و میخوام فروش 4 سال اول رو اینجا به دست بیارم که این 4 قابل تغییر باشه. خب این کار رو شما با سام ایف هم میتونی انجام بدی، اما کار سختی هست. به مرور که جلو میریم و مدل ها پیچیده تر میشن متوجه میشی که این کار رو با سام ایف نمیشه انجام داد یا توابع مشابهش. بهترین توابع برای به دست آوردن فرمول های این چنین توابع آفست هست. من یه مثال برات میذارم. توی بچگی کارتون هایی رو میدیم که نقشه گنج بود و از یک مبدا که مثلا یک درخت بود شروع میشد، چند قدم به سمت شمال میرفت، چند قدم به سمت جنوب میرفت، سمت غرب میرفت و نهایتاً به یک نقشه گنج میرسید. آفست رو من دقیقاً به همین نقشه گنج تشبیه میکنم. فرض کن ما میخوایم عدد 110 رو در این ماتریس نشون بدیم. خب من باید از یک جا شروع کنم. میرسم مساوی آفست. یه رفرنس داره. این رفرنس همون درخت مبدأه. ما از یک جا باید شروع کنیم. من میتونم مبدا رو اینجا بگذارم، میتونم اینجا بگذارم، اما چه بهتر که مبدا رو بالای سر خود عددی بگذارم، بالای سر خود محدوده‌ای بگذارم که میخوام جواب مسئله من باشه. مثلا من اینجا رو میذارم مبدا شروعم. به من میگه چند تا خط جابجا بشم. من مبدام اینجاست، یک دو تا خط باید جابجا بشم، یعنی دو تا خط بیام پایین. میذارم عدد دوستی میکاره. میگه چند تا ستون جابجا بشم. خب من تو همین ستونی هستم که رفرنسم بالای سر محدودم هست، پس میگم هیچ جابجا نشو. اگر یک میذادم میومد اینجا، اگر منفی یک میذارم میومد توی این ستون. و حالا به من میگه که محدوده ای که میخوای نشون بدی ارتفاع و عرضش چقدر هست. ببین من این مثال برات بزنم. مثلا این محدوده یه محدوده یک در یک هست. این محدوده یه محدوده دو در یکه. این محدوده یه محدوده چهار در دوه. یعنی ارتفاع و عرض. خب ادامه آفست رو می‌نویسیم. من عدد 110 رو میخوام که یه محدوده یک در یک هست. یک سلوله یک در یکه. پس من میگم یک سیمیکالن یک. عدد 110 رو من نشون میده. خب من میتونستم رفرنس رو هر جای دیگه هم بگذارم. میتونستم مثلا بگم مساوی آفست رفرنس رو از اینجا شروع کنم. بگم از اینجا شروع کن. مبدا ما اینجاست. خب چند تا برو بالا، چند تا خط برو بالا؟ 1 2 3 4 5 تا برو بالا. چون داریم به سمت بالا میدیم دقت کنید که در حالتی که فرمت اکسل شما لفت تو رایت هست، از بالا به پایین مثبته و از پایین به بالا منفیه. از چپ به راست مثبته و از راست به چپ منفیه. سعی کن همیشه فرمت هاتو لفت تو رایت قرار بدی. تو در مدل های حرفه‌ای تری که میخوام بعداً بهت بگم تحت تاثیر این فرمت هست. خب میگم 1 2 3 4 5 منفی 5 بالا برو. چند تا ستون جا بجاشه؟ دوتا. یه محدوده یک در یک رو میخوام. سرادر رو من نشون میده. خب با این توضیح که بردادم بیریم به سراغ حل مسئله ما. اول از همه من میام رفرنسمو که نقطه شروع هم در آفست هست رو بهش اسم میدم. مثلا اسمشو میذارم استارت. اسم این سلول رو
که دائما در حال تغییر هست و میتونه هر کدوم از سالهایی که اینجا هست باشه رو میذارم year. گفته جمع فروش 4 سال اول میخوام، پس میگم sum میخواد. یه محصول محاسباتی میخواد که دائما در حال تغییر هست، پس میگم offset. از کجا شروع کنم؟ نقطه مبدأ من اینجا بود دیگه. گفتیم استارت میذاریم این سلول، یعنی استارت. چند تا خط بیام پایین تا برسم به اول محصول محاسباتی. محصول محاسباتی من اینجاست، از نقطه 100 تا 150 است. پس میگم یه خط که بیاد پایین به اول محصول میرسی. چند تا ستون جابجا شدن، ستون جابجا نشد چون رفرنس من بالای سر محصول محاسباتی هست. خب حالا محصولی که میخوای چند از چنه؟ میگم محصولی که میخوام اگر اینجا 4 باشه من 4 تا اولو میخوام. اگه 3 باشه 3 تا اولو میخوام. پس محصول من ارتفاعش این سلوله، یعنی year. اسمش رو گذاشتیم year در 1. جواب رو من میده. اگر من اینجا رو بذارم 3، جواب 3 تا اولو میده. اگر 1 بزنم، جواب سال اول رو من میده. فروش سال اول رو من میده. یه مسئله دیگه حل میکنیم. جمع فروش بین سالهای 2 تا 6 رو میخوایم. ما فرضمون اینه که در این محدوده 6 سال بیشتر وجود نداره و بیشتر هم نخواهد شد. بعدم به یاد میدم چجوری میتونی آخر ماتریست رو باز بگذاری که هر تعداد سالی که اضافه شد بتونی توی این فرمول آفست ازش استفاده کنی. خب برای این کار اول من این رو میذارم اسمش رو بگین، یعنی شروع. اسم این میذارم end. خب این سم مساویه، گفته جمع میخوام پس میگم سامه. یه محدود محاسباتی دارم که دائما در حال تغییر هست، پس آفست. از کجا شروع کنم؟ از استارت شروع. خب ببین اگر که این 2 تا 6 باشه، من محصول محاسباتیم ابتداش اینجاست، 2 تا 6. اگر این 3 باشه، از 3 شروع میشه تا 6، از سال 3 تا 6. پس محصول محاسباتی من با تغییر این سلول بگین داره تغییر میکنه. پس من میگم اول محصول محاسباتی من بگین هست، یعنی این عددی که توی این بگین وجود داره. پس میذارم به اندازه بگین برو پایین. چند تا ستون جابجا شم، جابجا نشو. خب محصول محاسباتی چند از چنه؟ ببین من چیزی بشه همونه، وقتی سال 2 تا 6 هست 1, 2, 3, 4, 5 تا سال رو میخوام فروشش رو جمع بزنی. اگر این شد 4 تا 6 4, 5, 6 یعنی 3 تا رو میخوام، یعنی که بین سالهای 6 تا 2 چند سال هست؟ 6 منهای 2 میشه 4 تا، یه سالم خودش هست میشه 5 تا. پس میتونم بگم که 6 منهای 2 به علاوه 1. خب اینو به اکسل چجوری بفهمونم؟ اسم این سلول رو گذاشتیم end. میگم پس end منهای بگین و علاوه 1 میشه ارتفاع محصول محاسباتیمون و ویدش هم پی 1 است. خب جواب رو میگیری. و اگر من اینجا بزنم سال 5 تا 6 فقط 2 سال آخر رو بزنم. خب یه مسئله دیگه، این دفعه جمع فروش 2 سال آخر رو میخوام. باز هم فرض میکنم که من 6 سال بیشتر ندارم. خب اسم این میذارم year underline 2. جمع خواسته میسم مساوی سام. یه محصول محاسباتی دارم که دائما در حال تغییر آفست. از کجا شروع کنم؟ از استارت شروع کن. چند تا سطح بیام پایین؟ خب من چجوری بهش بفهمونم که تو اول محدود محاسباتی چیه؟ ببین وقتی من 2 سال آخر رو میخوام و از استارت شروع کردم 1, 2, 3, 4 تا 5 تا بیام پایین. اگر من فرضم بر این باشه که من 6 سال بیشتر ندارم، یعنی 6 منهای 2 میشه 4. اگر من بذارم 6 منهای 2 میاد 4 تا میاد پایین، یعنی 1, 2, 3, 4 تا میاد اینجا 130 وای میسه. در صورت من اول محدود محاسباتی در این حالتی که عدد من اینجا 2 هست، عدد 140 ده. پس چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بگم مساوی 6 منهای 2، یعنی 6 سالی که فرض کردیم که انتهای جدولمون هست، منهای عددی که توی این هست، توی این year 2 گذاشتیم، بعد یه به اضافه 1 کنم که بیاد یه دونه پایین‌تر وایسه. میگم چند تا خط بیاد پایین؟ 6 منهای year 2 به علاوه 1. خب چند تا ستون جابجا شم؟ جابجا نشو. الان کجاست؟ الان روی 140 قرار گرفته. میگه چند تا محدود محاسباتی ارتفاعش چنده؟ میگه بنده year 2 و ویدش چقدره؟ ویدش 1. 2 سال آخر 290، 4 سال آخر 540. خب یه رای دیگه هم داشتیم. ما هم ابتدای کار به جایی که بگیم انتهای جدول مثلا 6 منهای year 2 به اضافه 1، بیام اول محدود محاسباتی رو بذاریم این انتهای جدول. یعنی بگیم چی؟ بگیم مساوی سام آفست. رفرنس کجاست؟ این نقطه است، یعنی استارت. میکنن. چند تا خط برو پایین، چون ما فرض کردیم که جدول ما 6 ردیف بیشتر نداره، میگیم 6 تا برو پایین، ستونم جابجا نشو. خب الان نقطه 150 است. میگه محصول محاسباتی ارتفاعش چنده؟ من میخوام میگم در این حالت 4 سال آخر رو حساب کن، یعنی 1, 2, 3, 4 رو حساب کن. ولی چون به سمت بالا میرم باید منفی بگذارم، پس میگم منفیه، به جای 4 هم اینو میذارم چون دائما داره تغییر میکنه و ویدت هم 1. جواب رو میگیرم.
و با تغییر دادن این عدد جواب تغییر کنه. خب همین مسئله رو میخوام حل کنم، اما تای جدول رو باز بگذارم. چی کار میکنم؟ اگه یاد باشیم ما یه فرمولی داشتیم به نام کانت، کانت ای و کانت بلانک. این توابع رو قبلا برای توضیح دادم. کانت چی کار میکرد؟ کانت میومد سلول